FBI پلیس فدرال آمریکا میگوید کلاهبرداری‌های عاشقانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک مجرم هویت جعلی آنلاین برای جلب اعتماد و محبت یک قربانی برای خود درست می‌کند و سپس کلاهبردار از توهم یک رابطه عاشقانه یا نزدیک برای سرقت یا سوء استفاده از قربانی استفاده می‌کند. مجرمانی که کلاهبرداری‌های عاشقانه انجام می‌دهند در کارشان حرفه‌ای هستند و طوری رفتار می‌کنند که واقعی، دلسوز و باورپذیر به نظر برسند. کلاهبرداران در بیشتر سایت‌های دوستیابی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. FBI می‌گوید کلاهبردارها ممکن است پیشنهاد ازدواج بدهند و قرار ملاقات حضوری بگذارند، اما این هرگز اتفاق نمی‌افتد و در نهایت آنها پول می‌خواهند. آنها غالباً شغلی در راه دور دارند و به همین دلیل امکان ملاقات حضوری ندارند. تا زمانی که آنها برای یک فوریت پزشکی یا مشکل غیرمنتظره به پول نیاز پیدا می‌کنند، معقول به نظر برسد. گاردین میگوید کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرقت هویت جزو دسته‌هایی هستند که سریع‌ترین رشد را در بریتانیا دارند. مطابق گزارش کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، قربانیان کلاهبرداری عاشقانه 1.14 میلیارد دلار در سال 2023 از دست دادند. این کمیسیون همچنین اعلام کرده میانگین زیان هر فرد 2000 دلار بوده. کارشناسان کلاهبرداری میگویند این گونه کلاهبردارها شکارچیان احساسات هستند. یک افسر ارشد اطلاعات سابق در کاخ سفید به CNBC میگوید چیزی که مردم باید بدانند این است که افرادی که پشت این نوع کلاهبرداری ها هستند میتوانند در یک کلاس رفتار انسانی در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کنند. کلاهبردارهای عشقی همیشه پول طلب نمی کنند و گاهی روش‌های موذیانه تری برای اهداف بزرگتر به کار می گیرند. مرکز ملی ضد کلاهبرداری استرالیا می گوید کلاهبردارهای عشقی می توانند سالها صبر کنند تا اعتماد قربانی جلب شود و سپس یا پول بخواهند و یا بخواهند قربانی کارهای انجام دهد، مانند ایجاد یک حساب یا انتقال پولی که به او می دهند. برخی قربانیان در آمریکا برای کلاهبردارها پولشویی کردند. به گزارش CNBC در نظرسنجی از 5000 آمریکایی تقریباً 3/4 یا 73% قربانیان که در 2022 مورد کلاهبرداری عاشقانه قرار گرفتند، مرد بودند. کلاهبردارهای عاشقانه با استفاده از عکس‌های دزدیده شده از افراد جذاب برای خود پروفایل شخصی درست می‌کنند تا از دیگران بخواهند با آنها تماس بگیرند. آنها بسیار ماهرند، از اشعار و جملات عاشقانه تا بازی‌های جنسی و وعده رابطه نزدیک و حتی ازدواج استفاده می‌کنند تا زمانی که به قربانی خوب نزدیک شوند. کلاهبرداری‌های عاشقانه اغلب توسط باندهای جنایتکار به صورت سازمان یافته انجام می‌شود و همزمان چندین قربانی هدف قرار می‌گیرند.